درودی به روشنای شامگاه دوشنبه شبهای میهن ایران زمین بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان با برنامه خبری تحلیلی صفحه یک دفتر دیگری میگوشه این با آخرین خبرها و نظرها حول ایران منطقه و جهان همزمان با چکیده اهم مطالب منتشره در روزنامه های امروز ایران نخواست به روال معمول همه شب مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب تأثیر فعل و انفعالات انتخابات بر گفتمان سیاسی مردان سیاست ایران خاصه با حجمه همه جانبه به هاشمی رفسنجانی از سوی اردوگاه اصولگرایان دقدقه ها و گمانه ها حول بررسی صلاحیت ها با تأکید آشکار شورای نگهبان برای رد صلاحیت گسترده نامزدهای ناهمسو با همینطور تنش مطبوعاتی میان ارگان انصار حزب الله به نشریه یا الحسین با نیشی تن به یکی از اعضای زنان کابینه روحانی با مضمون اهانت و توهین جنسیتی و در عرصه منطقه ای ارتش عراق و آزادسازی شهر الرمادی همزمان در جبهه دیگر بازپسگیری صد تشرین در سوریه و فشارهای فزاینده فرهنگ اجتماعی در ایران با توقیف فیلم ها و اظهار مواضع تند فقها ها در مبارزه با بد ها سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه هفتم دی ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز میرسد تا مرور خبرها و نظرها با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت همینک و در بخش نخست مروری بسیار کوتاه خواهیم داشت بر چند رویداد کوتاه و سپس به بررسی مطبوعات ایران خواهیم پرداخت انتخابات و آغاز سخت سریع های های شورای نگهبان علیه نامزدهای مستقل و تحول خواه با اظهار موازه خاص وارد فازهای تازه تری شد. در تازه ترین واکنش ها سخنگوی شورای نگهبان گفت که نمایندگان استانی این شورا همواره رفتار کسانی را که به زعم وی در معرض رقابت و انتخابات هستند رصد می کنند و درباره برخی از داوطلبان حتی اطلاعاتی از قبل جمع وری شده است نجات الله ابراهیمیان دیروز یک در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفته بود که شورای نگهبان از گذشته نمایندگانی در استانها داشته است تا رفتارهای کسانی را که در معرض رقابت و انتخابات هستند رصد کند که در واقع اعتراف سریح و آشکاری است بر کنترل رفتار انتخاباتی نمایندگان از سوی مسئولین نظارتی شرح تکمیلی این رویداد را در آن سوی خبر می‌بینیم و همینطور در صفحاتی از روزنامه امروز و اما از جمله خبرهایی که در برخی از نشریات موجب رنجش و تنش میان مسئولین از یک سو و لایه های تندروی دلواپسان در ارگان انصار حزب الله در سوی دیگر گردید همانا تازهترین ترین تنش ها با عضوی زنان کابینه روحانی بوده است پس از معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که آماج نقد تندروهاست همینک شهین دخت مولاوردی تا مرز حدک حرمت و دشنام شنیدن های سخت از سوی حزب الله قرار گرفت به گزارش خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری ایسنا نشریه یا لسارت الحسین هفته گذشته در مطلبی درباره شاهین دختر مراوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران نوشته بود که از دیدگاه لیبرالی رئیس جمهور فعلی قبیح ترین و نارواترین ترین کاران است که ادعی امر به معروف را علیه زنان به بینان اینان لاابالی و بی و به حجاب به کار گیرند و حرف ثابت او همان است که اخیرا آن زن فمینیست عضو ارشد تشکیلات و انداز منحل شده مشارکت ابراز داشت دولت با برخورد با زنان مخالف است نشریه یال سرت الحسین با الفاظی نسبتا رکیق و به دور از متعارفات عرصه یا رسانه نوشته بود که این زن کذایی در ادعای خود صادق است و مگر آن زن مفلوک همپالگی سابقه همین شخص نبود که شب هنگام لخت و اوریان در محله های لندن ظاهر شد و کلماتی بسیار بد که این جانب از خواندن واجب و آن میپرهیزم چرا که در شعن شما بینندگان عزیز و همین همیهنان ما نیست من بخشی از آن رو عبور می کنم در هر روی یا این نشریه ادعا کرد که این گروه از زنان میخواهند بر زنان ما مسلط شوند و به نام زن و خانواده که در واقع این میزان دهان دریدگی نشریه از سوی نشریات ارگان حزب الله علیه عضوی از اعضای کابینه در واقع کم سابقه بوده و مصداقی از ستیز بی پایان لایه‌های گروه‌های موسوم به مدافعین ولایت فقیه در ایران است همچنین در این راستا معاون رئیس جمهوری ایران در واکنش به این مطلب مطلب یال الحسین نوشته بود که در این مطلب ضمن لیبرال خواندن رئیس جمهور به طرز شنیعی به این جانب توهین شده است تا این روزها یادمان نرود مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان برای تعیین سرنوشت خود و کشورشان چه هزینه هایی به همراه دارد و زنان به استقبال چه مخاطرات و هزینه هایی می روند و بدین ترتیب زهره چشم حسابی گرفته است تا زنان یادشان نرود که معاون رئیس جمهور هم که باشند از تیغ تیز تخریب ها در امان نیستند لازم به توضیح که به دنبال این واکنش خانم مولاوردی نشریه یا لسارت الحسین روز یکشنبه دیروز نیز وارد دیگر با انتشار همان قسمت ها از معاون رئیس جمهوری ایران خواسته است چنانچه از روی کرده این نشریه ناراحت است به لندن برود که مشی و در واقع یا لسارت نشینان در این نشریه بیش از پیش نشان داده شد بخش مروری بر خبرهای کوتاه را با یک رویداد منطقه‌ای پی می‌گیریم عراق و آزادسازی شهر الرمادی از چنگال گروه‌های داعشی توسط ارتش این کشور با استقبال گسترده در رسانه‌های جهان داشته است از جمله خبرگزاری رویترز گزارش کرد که ارتش عراق روز یکشنبه هفتم دی از پیروزی بر نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعشیون در شهر رمادی خبر داده است ارتش عراق اشاره کرد کنترل بخش های اصلی شهر و مجتمع ساختمان های دولتی رمادی مرکز استان الانبار را در اختیار گرفته است به گزارش رویترز بازپسگیری شهر رمادی مرکز استان عمدتا سنی نشین انبار توسط ارتش عراق مهمترین پیروزی است که این نیروها از زمان آغاز پیشروی نیروهای گروه حکومت اسلامی به دست در همین حال سباه نعمانی سخنگوی نیروهای دولتی در این عملیات به خبرگزاری رویترز گفته است که تصرف مراکز و ساختمانهای دولتی در مرکز شهر رمادی به معنی آن است که ما آنها را در این شهر شکست دادیم گام بعدی نیروهای ارتش پاکسازی عناصر باقی مانده احتمالی در شهر است تلویزیون دولتی اراق نیز تصاویر خودروهای زرهی و نیروهای دولتی را در شهر رمادی پخش کرده است ادامه خبرها و جزئیات خبرهای دریافتی از ایران و منطقه و جهان را همکارانم در گروه آن سوی خبر به آگاهی شما خواهند رساند و ما همراه با شما همینک به بازخانی بین سطور روزنامه های امروز ایران خواهیم پرداخت که عمدتا نیز انتخاباتی آراسته شد تا کاوشی و روزنامه های امروز دوشنبه با ما باشید و بنشینید به خانه با خواهیم گشت با درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا روزنامه های امروز نیز با دورخیز تازه از منازعات انتخاباتی صفحه بندی شدن در این میان هاشمی رفسنجانی به عنوان عنصر اصلی تغییرات احتمالی در مجلس خبرگان رهبری پیش روی از همه سو بر سیبل توجهات قرار گرفته است گروه های تند رو به طور یک پارچه بر این فقیه پیشتر رهبرساز شوریدن و گروه های تحول خانیز به گونه میکوشند که بر جایگاه کلیدی این فقیه در ایجاد تغییرات احتمالی انگشت تأکید بگذارند. که این اجماع جماعت تحول خواهند در واقع چشم ها و دل مردان بیت نشین را ناسور کرده است میپردازیم به گوشه های برگزیده ی روزنامه های امروز تهران روزنامه آرمان هاشمی را صدر نشین صفحه یک کرد و به نقل از ایشان گلایه داشت که دل برخی ها هنوز با احمدی نژاد است که گویا جدال پرکنایه دو دوست دیرین عرصه سیاست ایران یعنی علی خامنه ای و رفسنجانی رو به نحوی نشان میده. حاشمی رفسنجانی با اشاره غیر مستقیم و بدون ذکر نام علی خامنه ای پرسید چرا از تبریز هایی که کردن تبری نمی جویند که این بخش از اظهارات ایشان به بخش های از خطبه خون خامنه ای اشاره داشت که گفته بود بین هاشمی و احمدی نژاد دیدگاه های محمود احمدی نژاد به من نزدیک تر است روزنامه آرمان عمده مطالب امروز رو انتخاباتی آراست و در بخش دیگری از مطالبش با برگزیدن چهرهای عمدتا مغضوب طیف راست افراطی همچون عبدالله نوری ادبیات سیاسی را در تقابل با تمامیت خواهان حفظ کرد و به نقل از وزیر کشور دولت هاشمی و خاتمی نوشت که انتخاب کننده واقعی مردمند که گویا همه این جواب ها و نیش ها و چنایه ها زبانه این روزهای فقهای نشسته در تهران است چرا که پیشتر مصباح یزدی اصل آرای مردم و انتخابات را غیر ضروری دانست و تزئین نظام برشمرد که این مدل پاسخگویی عبدالله نوری نوعی واکنش به لایه های افراطی نزدیک به رهبری ایران است و اما در این میان تعداد نسبتا زیاد ثبت نام کنندگان انتخاباتی نیز جدال جدیدی در جبهه های سیاسی و انتخاباتی ایران برانگیخته است نخستین بار جمعی از فاقه های تون رو به اظهار موزه و نگرانی پرداختند تا جایی که با هنر گفت در این روند اصلاح طلبان برای هر کرسی پنج نامزد دارند در این راستا روزنامه آفتاب یزد یادداشت اصلی شماره امروز به عنوان رفتار زیگزاگی باهنر و مرزبندی لاریجانی به اظهار موازه مردان راست افراطی و راست میانه واکنش نشان داد آفتاب یزد با اشاره به تعداد زیاد ثبت نام کننده ها در این دور از انتخابات که گویا بیش از دو برابر دوره گذشته بوده و همینطور عدم ثبت نام شخص با هنر این موضوع رو به نقد و بررسی نشست بر اساس تحلیل روزنامه آفتاب یزد با هنر تنها در مجلس اول و ششم در پارلمان حضور نداشت در مجلس اول به دلیل چهره نبودن در انتخابات شرکت نکرد در حالی که در انتخابات مجلس ششم نامزد شد اما نتوانست رأی لازم برای ورود به مجلس را کسب کند اما بین به زمین روز بین انتخابات مجلس ششم و انتخابات دوره بعدی مجلس که در اسفند ماه برگزار می شود شباهت های زیادی وجود دارد انتخابات مجلس ششم که با هنر از ورود به با آن بازمان عرصه ورود منسجم نیروهای اصلاح طلب بود درست مانند این دور از انتخابات مجلس که گویا اصلاح طلبان با اتحاد و انسجام برای کسب کرسی های پارلمان برنامه ریزی کردند. به نظر می رسد با هنر با آنالیز دقیق از فضای سیاسی انتخاباتی دچار واهمه مبتنی بر رأی نیاوردن در انتخابات شده و برای بر همین اساس از شرکت در کارزار انتخاباتی پیش روی خودداری کرده است ادامه می ده هم با دیگر روزنامه ها روزنامه اعتماد سرمقاله اصلی شماره امروز رو به واکاوی ویرانگری های اقتصادی دو سال پایانی احمدی نژاد اختصاص داد و در یادداشتی به عنوان ریشه تورم ویرانگر دو سال آخر احمدی نژاد به رفتارهای خلاف قانون این دولت مرد جنجالی در جابجایی گسترده پولهای بانکها اشاره کرد و در آغاز نوشتار با اشاره به تبعیض مقامات قضایی ایران در برخورد با فسادها این گونه اشاره کرد که شخصی را به خاطر دزدیدن هشت عدد نارنج مدت قابل توجه به ایشان حبس دادن در حالی که محمود احمدی نژاد در ماهای پایانی سال 89 در یک مرحله مبلغ 41 هزار میلیارد پول و در مرحله دیگر 130 هزار میلیارد ریال از منبع بانک مرکزی به خزانه واریز کرده. این در حالی است که این منابع متعلقه به مردم است و نبایسته بدون صدور مجوزهای قانونی جابجا شود ستون نویس روزنامه اعتماد در میانه های نوشتار تحلیلی اشاره کرد چرا مردم و افکار عمومی حساسیت لازم را در این مورد ندارند اما با ولع زیادی پرونده بابک زنجانی ها را پیگیری می کنند این در حالی است که اتهامات محمود احمدی نژاد در برابر تخلفات انجام شده مذکور مشت کوچکی از خروار هاست. ادامه می دهم ده با دیگر روزنامه ها روزنامه ابتکار اما یادداشت داشته اصلی شماره امروز رو به ضرورت پایبندی و اخلاق در عرصه رقابت های انتخاباتی اختصاص داده و قلم مهدی نیاکی در یادداشتی داشتی به عنوان اگر آموخته باشیم از حجم حجیم انتقاد های رقیب شکن در کمپ و علیه برخی از نامزد های ناهمسو خودشان گلایه کرد و حتی با بدبینی مستطر از آن به عنوان سرگرمی های داغ نگه داشتن تنور انتخابات نیز یاد کرد مهدی نیاکی در پایان این نوشتار یادآور شد که اکنون با رقیبان است که این دیگران را خوش آمد گویند و حضورشان را قدر بدانند و آنان را فقط وسیله‌ای برای گرم کردن فضای انتخاباتی نخواهند یا آزموده را دوباره بیازمایند و تجربه سالیان پیش را مکرر کنند و اوقات کشور و سیاست را به فرسودن توان خود و دیگری صرف کنند و جز به هر, رقیب و جزب خاموشی هر صدای مخالفی رضایت ندهند میتوان به تجربه تکیه کرد و رنگارنگی سفه سیاست را قدر دانست و پاس داشت دیگر مطالب برگزید امشب بغز دو برادر مسیحی با نام های آلفرد و آلبرت که گویا در محضر علی خامنه ای شکست دیدار خامنه ای در آستانه سال نوی میلادی و همینطور ایام کریسمس باستاب با گسترده ای در تمام روزنامه های امروز داشت در این بین روزنامه های نزدیک به رهبری خب حسب انتظار بیشتر به توصیف و ستایش صحنه به صحنه و لحظه به لحظه ماجرا پرداختن از جمله کیهان روزنامه رسالت سیاست روز و یا روزنامه جوان که بخش بسیار زیادی از سفر رو به دیدار علی خامنی با یک خانواده مسیحی مقیم تهران اختصاص دادن از جمله روزنامه جوان و البته سایر روزنامه ها که همگی بر اساس گزارش پایگاه اطلاع علی خامنه ای مطالبشون رو پوشش دادن با قلمی تمام توصیفی در گوشه ای از این گزارش اینگونه اشاره کردند که در شب تولد عیسی مسیح یک خانواده شهید ارمنی از شوق شنیدن خبر حضور رهبری عشق میریزند و بغز آلفرد و آلبرت هم با اولین کلماتی که از دهانشان خارج می شود می روزنامه سپای پاسداران در این گزارش کوشید به نحوه به نحوی در واقع محمود احمدی نژاد از نامشون استفاده ابزاری کرد و به نقل از آلبرت آلبرت نوشت که علیرغم سکوتش حالا میبیند رهبر در حال رفتن است گفت محمود دکتر احمدی نژاد آمده بود منزل ما گفت چه چیزی لازم دارید گفتم فقط سلامتی رهبر همین که شما آمدید اینجا برای ما یک دنیا ارزش دارد و رهبر ایرانی گویا جواب داد که این روحیه های وفاداری خیلی ارزش دارد بعضی ها فقط نگاه مادی دارند و فقط پول را میشناسند اما اینها معنویات است که حضور پیاپی و نشان شده هم محمود احمدی نژاد و هم خامنه ای به این خانواده خب نشان از گزینشی بودن سوژه داشت و نه الزامن ارادت و عشق راستین و صادقانه به علی خامنه ای ادامه بردامه ها در ادامه در کنار آلودگی های سیاسی در سپهر سیاست ایران آلودگی هوا نیز بخشی از فضای سیاست ایران را رو هر روز به خود اختصاص می دهد قبار نمی خوابند. از جمله آفتاب یزد با یک گزارش قیاسی به مقایسه وضعیت آلودگی هوای دو شهر تهران و استانبول پرداخته بود و در گزارشی به عنوان چرا ترکیه توانست ایران نتوانست به ناکارآمدی سیستم رفع موزل آلودگی هوای تهران اشاره تازه کرد و در میان روزنامه قانون اما حرکت اعتراضی حمید رسایی نماینده دلواپس مجلس که با ماسک به مجلس آمده بود را به عنوان گزارش اصلی منتشر کرد روزنامه قانون از این حرکت تندروها به عنوان نمایش های سیاسی یاد کرد که همینان در عهد احمدی نژاد هیچ اشاره‌ای به آلودگی هوای تهران نمی‌کردند. روزنامه قانون در بخشای از این گزارش با اشاره به اینکه مجلس شاهد نوعی دیگر از اعتراض به آلودگی هوای تهران بود، خبر داد که درگیری لفظی نیز بین کمالالدین پیرمعزن و حمید رسایی به وجود آمد. گویا رسایی با ماست برای نشان دادن اعتراض خود به آلودگی هوا به مجلس وارد شد. این اقدام با شکایت پیرمعزن مواجه شد. هرچند رئیس جلسه اجازه تذکر به پیر معظم را نداد اما رسایی خطاب به ابو فرد گفت که شما اسناد پزشکی بنده را دیدید و ماسکی که من زدم نمادی از اعتراض و کاری است که مردم بیرون از مجلس در تاکسی و خیابان انجام میدهند این سخنان در حالی از سوی رسایی بیان شد که وی سعی کرده بود تعدادی ماسک نیز بین نمایندگان نزدیک به تیم و طیف خود توضیح کند پیر اما معتقد بود که هوای آلوده تنها محصول یک دولت و یک برهه زمانی خاص نیست هوای آلوده محصول اقتصاد آلوده است دولت یازدهم به اندازه سهمی که در اقتصاد دارد به اندازه سهمی که در واردات خودرو دارد و به اندازه سهمی که از تولیدات خود رو دارد بایستی پاسخگوی بحران باشد و با این گزارش از روزنامه های امروز وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد رسد بیننده آخرین خبرها و گزارش ها باشید که بلا فاصله پس از صفحه یک در برنامه شامگاهیان سوی خبر پخش خواهد شد ضمن سپاس از حسن توجهتان این جانب از محضر یکایک که شما خوبان خداحافظی حافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی دیگر بار و تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود